سلام دوستای عزیزم، به کانال ستاره کوکینگ خوش اومدین. امروز یه غذای با مرغ میخوام درست کنم که چند روز پیش همینجوری درست کردم، دیدیم که طعمش خوب خوشمزه است، گفتم که با شما به اشتراک بذارم. اسمشم میذاریم خوراک مرغ با رب انار. خیلی هم ساده درست میشه. من روغن مخصوص سرخ کردنی رو توی تابه ریختم، یه دو تا پیاز متوسطم به این شکل خرد کردم، اینم تیکه های مرغ که میخوام درستشون کنم. اینجا من نمک و زردچوبه اضافه میکنم. یه نکته که همیشه توی فیلم ها میگم، نمک رو به غذا کم بزنید، اگر کم بود میتونید اضافه کنید، اما اگر غذاتون شور شد دیگه کار سختیه که بتونین اون شوری رو بگیرید. خب اینا رو ما حدود یه 10 دقیقه یه روبی به این صورت تفت میدیم. بعد آبی رو که گذاشتم جوش بیاد، بعد از این یه رو 10 دقیقه بهش اضافه میکنم. وقتی که عزیزان مرغ یا گوشت رو درست میکنید، مثلا الان که من دارم درست میکنم، بعد از اینکه تفت میدید آب سرد رو اضافه نکنید، چون یه شوک به اون گوشت و مرغتون وارد میشه و ممکنه که باعث ناپس شدن بشه. پس بنابراین بهتره که آب و جوش بیاره که هم این شوک وارد نشه، هم زودتر این غذاتون آماده بشه. تیکه های ما هنوز حالت منجمد دارن، حسد که از دیشب من توی یخچال قرارش دادم. یه نکته هم که الان گفتم بهتون بگم، برای اون مواد غذایی که توی فریزر میذاریم، حالا گوشت مرغ هر چی که میخوایم برای فردا غذا درست کنیم، بهترین که از شب قبل اون مرغتون یا گوشتتون رو از تو فریزر در بیاریم و تو یخچال بذاریم که به مرور زمان این یخش آب بشه، نه اینکه هر موقع خواستیم درست کنیم در بیاریم هلهلی آبی جوش بریزیم روش رو توی آب قرار بدیم. از این چیزا خب من خیلی دیدم انجام داده میشه، این کار اشتباهه. از شب قبل بگیر غذای فردا باشیم آماده کنیم، توی یخچال قرار بدیم تا به مرور این یخه ذوب بشه. الان من اینو حدود 10 دقیقه یه رو تف میدم و بعد آب جوش رو اضافه میکنم. به خاطر که کنی طولانی نشه الان مراحلش رو بهت میگم. بعد از 10 دقیقه یه رو تف دادم، آب جوش رو بهش اضافه میکنم، حدود یه نیم ساعت میذارم بپزه و بعد رب انار رو اضافه میکنم. خب دوستای خوبم، من آب جوش رو اضافه کردم، حدود یه نیم ساعت گذاشتم که پخت. فقط ادویه و فلفل قرمز و فلفل سیاه هم اضافه کردم. دیگه مرغمون پخته شده تقریبا، یعنی تقریبا که نه، کامل دیگه پخته شده. الان من رب انار اضافه میکنم. این رب انار مثل فسنجون نیست که خیلی زیاد اضافه بشه، در حدی که یه طعمی به مرغمون بده. مقدار آب کم روی این میزی میتونین کمتر از این باشه، ما چون که خودمون دوست داریم که بقولا برنجمون یه مقدار با آب اون غذایی که درست میکنم خیس کنیم و بخوریم، برای همین آبش رو بیشتر کردم، ولی شما میتونین خیلی کم آب تر از این درست کنیم. فکر میکنم تا همین حد کافی باشه، یک کم دیگه هم اضافه میکنم. میذارم حدود 10 دقیقه با هم دیگه بجوشه، بعد میچشم. اون دیگه بستگی به ذائقه خودتون داره که بخواین رب انارتون رو بیشتر کنین یا
همین قد باشه. این دیگه نکته خاصی نداره، فقط میگم میذاریم یه 10 دقیقه با هم دیگه بجوشن که طعمشون به خورد هم دیگه بره. برای کنار این غذا من سیب زمینی رو هم سرخ کردم، کنارش قرار میدم. دیگه نکته خاصی نمونده، امیدوارم که درست کنین و خوشتون بیاد. خوشحال میشم که نظر بدید و کامنت بذارید.